درسته؟ خام رضایی، به خاطر اینکه اطلاعاتتون فرق داره براتون مشارکتی ثبت نشده. درسته؟ بله. خام رضایی، اجازه بدید من براتون بررسی میکنم بهتون اطلاع میدم. بله. درسته. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار. چی شد؟ چرا تماس طول کشید؟ هیچی، هم مشکل همیشگیه، اطلاعاتشون رو درست وارد نکردم، مشارکت براشون صفر شده. رحم، مشکلش چی بود؟ مغایرت با شماره داشت یا اسم و فامیلش؟ این بار اسم و فامیلیش بود. تو فکر کن سر یه همزه مشارکت یه تاجر صفرت شد. خب چرا شماره رو مبنا قرار نمیدین؟ الان اگر یکی از تاجرای ما فامیلیش میزایی باشه، امکان داره یه بار با همزه بنویسه اسمشو، یه بارم با یه. خب معلومه اینجوری مشکل پیش میاد. خب مسئول، ما الان با شماره هم مشکل داریم. من الان مثال میزنم، یه تاجری وقتی که وارد میشه میاد شماره ایرانسل داره، با شماره ایرانسل ثبت نام میکنه، حالا میاد توی تجارت شمارهشو از ایرانسلی که باش قرارداد ثبت نام کرده میاد از اون انتقال میده به شماره همراه اول، ولی به ما اطلاعی نمیده. این گیر خود تاجره، میاد مشارکتش با همراه اول انجام میده. حالا ما میخوام یه خروجی بگیریم ببینیم که این تاجرمون چقدر اصلا مشارکت داشته. ما خروجی رو بر اساس شماره ایرانسلش داریم میگیریم، ولی میبینیم هیچ مشارکتی براش اصلا ثبت نشده. چرا؟ به علت که این تاجرمون اومده با شماره همراه اولش کامنت گذاری رو انجام داده ولی به ما اعلامی نکرده. خب این موضوع سختی نیست که نشه حلش کرد. میتونیم به پشتیبانش بگیم که به تاجرمون بگه یا با شماره قبلیش پیش بره، یا اینکه ما به واحد ثبت سفارشات اعلام میکنیم که شماره این تاجر رو تغییر بده. حالا بزن یه مورد رو بدیم حلش کنن تا ببینیم چی میشه. خانزاره، خسته نباشی، یه مورد برات چیه؟ بله فرستادم، چک میکنی؟ خب مشکلش الان چیه؟ این بنده خدا دیروز مشارکتش رو صفر کردین در حالی که دیشب کامنتش رو گذاشته. ببین، خب این الان شمارهش رو عوض کرده، قبلا با 918 میزده اما الان با 912 داره ثبت میکنه. خانزاره، خب این چندین بار تیکت زدی که خب شمارهش رو عوض کنید. ببین عزیز، این داره در طول هفته تیکت میذاره، شنبه تیکت گذاشته، یک شنبه همینطور، دو شنبه همینطور. خب ما تیکت ها رو از قدیمی‌ترین تاریخ چک میکنیم، برای همین بهش میگه دست نگه داره تا ما حداقل به تیکتش برسیم تا بتونیم مشکلش رو برطرف کنیم. باشه، پس من بهش میگم دیگه تیکت نزنه، ولی شما میشینه کارش رو بده تو اولویت چون تاجر فعال ماست. باشه چشم، این کارو میکنیم. بفرمایید. مهندس، سوال داشتم خدمت. بیا تو. مهندسی اکسل براتون فرستادم، نگاش میکنیم. خب چی؟ یه سری از تاجرامون شکایت داشتن مبنی بر اینکه ما مشارکت داشتیم ولی کامنت برامون صفر شده. خب. از طرفی هم پشتیبان هم همین اعتراض دارن، میگن که تاجر ما فعال بوده، مشارکت داشته ولی باز هم براش کامنت رو صفر کردیم. ما بررسی کردیم دیدیم اکثر این تاجرا شمارهشون رو عوض کردن. خب نه، همشون هم به خاطر تغییر شماره نیست. الان من یه نمونه رو چک کردم، شمارهش توی کامنتش با شماره قراردادش یکیه. احتمال میدم به خاطر همون بحث امتیاز منفی است که برداشتیم. دیگه برداشتیم، باز ریزش داشتیم توی بحث مشارکت. اما شماره هم هست دیگه، داخل اکسلت کسانی هم هستن که واقعا شمارهشون رو عوض میکنن. مگه پشتیبان ها اینا رو بهشون اطلاع نمیدن؟ چرا پشتیبان ها بهشون اطلاع میدن؟ اصلا گیرمون این نیست. خب. ما زمانی مشکل متوجه میشیم که اینا شماره رو عوض کردن و اصلا به ما اطلاع ندادن. بعد از اینکه به همه جا تماس گرفتن، همه قسمت تماس گرفتن و اعتراض داشتن، بعد ما متوجه میشیم که حالا شماره تغییر کرده و برای همین مشارکت براش صفر شده. متوجه شدم، چاره ای نیست، اینو باید با پشتیبان هماهنگ کنیم، بهشون اطلاع بدیم، چون خودشون باید خود دلسوزی به خرج بدن، الکی مشارکتشون صفر نشه. با پشتیبان هماهنگ کنیم، بذارین همین اکسل رو بررسی کنن، هر کی شماره شو عوض کرده سری اصلاحش براش بزن. یه چیز دیگه هم که هست مهندس، اینه که تاجرها میپرسن از چه مجراهایی میتونن امتیاز به دست بیارن، چه شکلی میتونن خرجش بکنن و اینکه از چه خدماتی میتونن استفاده کنن، چون طرحمون خورده تغییر کرد، براشون ابهام ایجاد شده. خب به اینایی که میگم بنویس، به همین بچه هم برسون که کامل بهشون توضیح بدیم. اولین چیزی که مهمه اینه که ما چیزی به نام امتیاز نداریم، فقط مشارکت داریم. مشارکتمون فقط بر مبنای کامنته،
یعنی تاجرانمون اگر مشارکت فعال توی بحث کامنت داشته باشن، بر اساس اون و ضریبی که حتی گرفتن، یه سری خدماتو دارن از ما میگیرن. خدمات ما هم 4 دسته میشه. یه سری خدمات داریم یک بار برای همیشه تحویل تاجران داده میشه. مثلا براشون سایت طراحی میکنیم، پکیج زیرساخت داخلی تحویل میدیم، پکیج زیرساخت صادراتی داریم براشون آماده میکنیم. اینا یک بار برای همیشه بر اساس محصولشون و برندی که انتخاب کردن براشون تحویل داده میشه. یه سری خدمات داریم دائمی هستن. یه ذریع پروموشنی دارن، بر اساس همون ذریع پروموشن دائما میتونن از این خدمات استفاده کنن، مثل شرکت کردن تو میتینگ های استاد تالیه که روزهای یک شنبه و سه شنبه داره برگزار میشه، یا استفاده از خدمات تامین و لوجستیکمون برای یه سری ذریع های خاصی که تاجرامون گرفتن. یه سری خدمات دیگه همون ماهانه است که این شرط استفادهش همون مشارکته، یعنی تاجرمون باید در طول یک ماه حداقل 24 روز مشارکت در کامنت داشته باشه تا بتونه از این خدمات در ماه بعد استفاده کنه. خدماتمون هم مربوط میشه به میتینگ های خصوصی با نمایندگان خارجی یا میتینگ های صادراتی که تاجرمون میشینه توی جلسه و برای چندین نماینده محصول خودشو پرزنت میکنه. و یه سری خدمات هم داریم هفتگیه، هر هفته حداقل 6 روز مشارکت انجام میده تا هفته بعد بتونه این خدمات از ما تحویل بگیره، که بیشتر مربوط میشه به پست مهمان تجارتخانه، پست مهمان سایت خودشون، پست مهمان سایت آراد که فارسی و انگلیسی داره، و خدمات رپورتاش که اینا رو میتونن به صورت هفتگی از ما تحویل بگیرن. این اکسل هم به دست پشتیبانا برسون، ما از خرای اینو تقسیم کنن، سریع تا پشتیبانا زنگ میزنن، اصلاحش بزنن تا ان شاء الله کارشون انجام بشه. باشه مهندس، مرسی.